درود میفرستم به همه شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. میثم عتیق هستم و به همراه سایر دستندرکاران مجموع برنامه رویدادهای امروز چهارشنبه 11 مهر 1403 برابر با 2 اکتبر 2024 رو تقدیم حضور شما میکنم. نگاه به سرخط مهمترین خبرها. به مناسبت دومین سالگرد جنایت جمعه خونین زاهدان، 47 سازمان سیاسی و حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترک خواستار پاسخگو شدن جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب این جنایات در عرصه بین المللی شدند. به گزارش میلاد محمدی، مادر دادخواهش مینا سلطانی پس از گذشت نزدیک به 3 هفته روز سه‌شنبه 10 مهر ماه به صورت موقت از زندان ارومیه آزاد شد. دولت بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای به تمامی شهروندان خود توصیه کرده است که به دلیل تنش‌های نظامی موجود در منطقه هرچه سریع‌تر ایران را ترک کنند. همچنین وزارت امور خارجه آلمان به شهروندان خود توصیه کرده به دلیل افزایش تنش‌ها در منطقه فوراً ایران را ترک کنند. همچنین سفارت آلمان در تهران هم به دلیل خطر حمله اسرائیل روز پنجشنبه 12 مهر ماه تعطیل خواهد بود. اما در آخرین خبر، محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تمهیدات ویژه شهرداری تهران در برگزاری نماز جمعه این هفته توسط علی خامنه‌ای خبر داد. یک روز بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه 10 مهر ماه، این خبر همچنان تیتر یک تمامی رسانه‌های جهان و موضوعی هست که همه مردم دنیا دارن اخبارش رو به دقت دنبال میکنن، خصوصا اینکه مقامات اسرائیل به صراحت اعلام کردن که این حمله جمهوری اسلامی رو به شکلی جدی و پیچیده پاسخ میدن و هر لحظه انتظار میره که اسرائیل عملیاتی ویژه علیه جمهوری اسلامی رو در خاک ایران آغاز بکنه. در همین راستا گمانه‌زنی های زیادی هم از واکنش احتمالی اسرائیل انجام شده، از زدن تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گرفته تا زیرساخت های اقتصادی کشور مثل پالایشگاه ها و حتی حذف سران نظام جمهوری اسلامی هم صحبت شده. با این وجود اقدام شب گذشته جمهوری اسلامی لحظات سرنوشت سازی رو برای خاورمیانه ایجاد کرده که میتونه زندگی 10 میلیون نفر در منطقه رو به خودش وابسته کنه نسبت به تحولاتی که در روزها و هفته‌های پیش رو انجام میشه. بسیاری نگران این موضوع هستن که حمله موشکی جمهوری اسلامی و واکنش احتمالی اسرائیل میتونه آغازگر جنگی فراگیر در کل منطقه باشه. در رابطه با مجموعه این تحولات میخوایم گفتگویی داشته باشیم در این بخش از برنامه رویدادها با حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. سلام، خوش آمد میگم به شما حمید تقوایی. خب تحولات خیلی سریع در جریان هست و هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته. من قبل از اینکه بپردازم به این حمله شب گذشته جمهوری اسلامی از تأثیرات و پیامدهاش با هم دیگه صحبت کنیم، اول میخواستم ارزیابی شما رو از این حمله بدونم. جمهوری اسلامی بعد از چند روز انفعال و به درجه سکوت اقدام به چنین حمله ای زد، اونم حمله تا این سطح که مستقیم به خاک اسرائیل حمله کنه. چه عوامل و زمینه هایی فکر میکنین جمهوری اسلامی و خامنه ای رو به این نقطه رسون که همچین تصمیمی بگیره؟ به نظرم در برابر این تحولات اخیر، به خصوص حمله به حزب الله و کشته شدن حسن نصرالله، جمهوری اسلامی دو گزینه داشت: یا باید با سکوت و یا حد اکثر با فراخوان‌هایی به مردم منطقه برای تقابل با اسرائیل و آمریکا و غیره اکتفا میکرد، کاری که چند روز اول شروع کرد، و یا باید دست به این حمله میزد. ولی هر دو گزینه، یکی از نظر جمهوری اسلامی انتخاب بین بد و بدتر بود. هر دو گزینه به دلایل مشخص که الان کمی توضیح میدم کاملا میتونست به ضرر جمهوری اسلامی تموم بشه و اینطور هم خواهد شد.
اگر سکوت رو ادامه میداد، خب تمانده اعتبار و نفوذ و آبروش رو در میان نیروهای نیابتی و کلا دولت‌ها و نیروهای تروریست اسلامی در منطقه از دست میداد. این اعتراضات شروع شده بود، این مخالفت‌ها فعلاً بین نیروها شروع شده بود. و اگر دست به حمله نظامی میزد، خب خطر حمله مستقیم اسرائیل رو به جان خریده بود که در برابر اونم تاب مقاومت نداره. به این معنا این هر دو جمهوری اسلامی رو در یک بنبست، در یک موقعیت باخت باخت قرار داده بود. و بالاخره ظاهراً به این نتیجه رسیده خامنه ای و سران این حکومت که باید دست به حمله بزنن، این ریسک رو پذیرفتن به نظر من، با این امید که خب اسرائیل جوابی نخواهد داد، یا اگر جوابی هم بده بالاخره اونو میتونن از سر بگذرونن و سیلی صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه دارن و به نیروهای طرفدارشون در منطقه نشون بدن که بله ما عکس‌العملی نشون دادیم. این محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی کرده و به این خاطر دست به این به نظر من ریسک بالا زده، این به احتمال زیاد همونطور که شما هم اشاره کردید پاسخ اسرائیل رو به دنبال خواهد داشت و این به نوبه خودش ضربه کاری دیگری به جمهوری اسلامی خواهد بود. همین تقوایی یه تشبیه قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما بپرسن، یه تشبیه استفاده کردی، انتخاب بین بد و بدتر برای جمهوری اسلامی. در یک کلمه اگر بخواین بگین جمهوری اسلامی بد رو انتخاب کرد یا بدتر؟ به نظر من هر دو به دلایل ویژه خودشون انتخاب بدتری هستن. منظورم این است که ترجیحی در کار نبود. جمهوری اسلامی فقط به نظر محاسبش این بود که در کوتاه مدت و به طور فوری باید جوابی بده به فشارهایی که از جانب نیروهای طرفدارش بر منطقه در منطقه بر او وارد میشد. انتظار و فشار برای اینکه باید حتما کاری بکنید. ببینید جمهوری اسلامی از طریق حزب الله و یا نیروهای روسیه وابسته به خودش با اسرائیل حال درگیر بود. الان مثلا این است که نیروها زیر ضربات اسرائیل تقریبا عملا تا آینده قابل پیش بینی لااقل از کار افتادن، کاری از دستشون بر نمیاد. و به همین خاطر انتظار همه این بود که جمهوری اسلامی کاری بکنه. جمهوری اسلامی ترجیح داد که به این انتظار فوری جواب بده، به این امید که در قدم بعدی حمله اسرائیل رو بتونه اثر بگذرونه، به جوری تحمل کنه. ولی از نقطه نظر موقعیت نظامی خود جمهوری اسلامی این ریسک خیلی بالاتری و خطر خیلی بالاتری است. خب اجازه بدیم به همین بپردازیم. جمهوری اسلامی این انتخاب رو کرد و حمله کرد به اسرائیل در مقیاسی که بخشن گفته میشه دو برابر حمله قبلی قدرت داشته. این چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی در سطح منطقه داره و فکر میکنید این اقدام حکومت فضای منطقه و رویکرد دولت‌ها رو نسبت به اون چطور تغییر میده؟ ببینید این حمله موشکی گرچه از نظر ابعاد خب گسترده‌تر از قبلی بود و از موشک‌های بالستیک عمدتاً استفاده کرد و تعدادش و خیلی هاشم برخلاف گذشته بالاخره به زمین افتاد، یعنی در هوا نتونستن راهگیری بکنن، ولی از نظر نظامی باز به جایی منجر نشد، نه صدمه‌ای به مراکز نظامی و اقتصادی دولت اسرائیل وارد شد، نه تلفاتی داده شد، نه از نظر نظامی همونقدر نافرجام و شکست خورده از آب در اومد که حمله قبلی. به این معنا یک معنی نمادین داره برای جمهوری اسلامی، هم در دوره قبل هم در این دوره. این حملات موشکی یک جنبه روانی، گفتمانی، سیاسی، تبلیغی برای حکومت داره، یک جنبه نظامی. برخلاف حمله اسرائیل به حزب الله و به حماس و غیره که از نظر نظامی دارو تقریبا فلج کرده تمامی، کار جمهوری اسلامی فقط یک حلقه نمادین است و کاری بیشتر از این از دستش بر نمیاد. بنابراین این سوال شما که چه تأثیر داره بر نیروهای نیابتیش در منطقه و همچنین بر دولت‌ها، تا اونجایی که به نیروهای نیابتیش مربوط میشه، اونها هم این رو میبینن که باز در واقع یک ژست نظامی گرفت، یک به اصطلاح قدر قدرتی توخالی از خودش نشون داد که فقط نشون بده من ساکت ننشستم، من بیکار ننشستم، بدون اینکه هیچ تأثیر آنچنانی از لحاظ ضربه زدن نظامی به اسرائیل نتیجه داشته باشه. خب حمید تقوایی، این چه پاسخی از سمت اسرائیل و آمریکا میگیره؟ سری قبل یادمون هست آمریکا به اسرائیل فشار می آورد که
خب همین که هیچ صدمه ای نبوده. بله اجازه بدید این جنبه دوم توضیح بدم. بله یک تفاوت اساسی اینجا هست که در دفعه گذشته، بار گذشته اساساً با اعمال فشار آمریکا و سیاست‌های دولت‌های غربی کلاً اسرائیل پاسخ خودش رو در یک حد محدودی بعد از چند روز در یک به اصطلاح ضربه محدودی نگه داشت، به اون اکتفا کرد. و علاوه بر اون کلاً شرایط منطقه اسرائیل در موقعیت قدرتمندی که امروز داره قرار نداده بود. اسرائیل همچنان مشغول جنگ غزه بود و این احتمال وجود داشت که هر نوع جواب اسرائیل به حمله موشک ایران با حمله گسترده به خصوص حزب الله که در کنار مرز اسرائیل هست و قوی‌ترین نیروی جمهوری اسلامی هست با جواب اون پاسخ بگیره. الان این فاکتورها منتفیه، چیزی از حزب الله باقی نمانده و حزب الله حتی قادر نیست از پایگاه خودش تو خود لبنان دفاع کنه، کاملا به هم ریخته، رده بالای فرماندانش همه حذف شدن و بنابراین جمهوری اسلامی این سپر خودش، این اهرم خودش از دست داده و در ثانی همین قدرت قدرتی اسرائیل باعث شده که کلا نظر نیروهای دولت‌های غربی نسبت به عملیات نظامی اسرائیل بسیار مثبت‌تر از گذشته باشه. حمله به غزه با یک نسل‌کشی و جنایت گسترده‌ای همراه بود. حمله به لبنان الان جنگی با دولت لبنان یا با مردم لبنان نیست، جنگی است با مستقیما با حزب الله و این دیگه از این نظر چراغ سبز دولت رو با خودش داره. در ادامه اون حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هم در صورتی که محدود مثلا به پایگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی بمونه که اسرائیل هم اعلام کرده اینطور خواهد بود، این مخالفتی رو در بر نخواهد داشت و بلکه برعکس میکنم حمایت دولت‌های غربی رو در بر خواهد داشت. همینطور که امروز یک پارچه دارن حمله جمهوری اسلامی، حمله موشکی رو به اسرائیل محکوم میکنن، از اون طرف هم حق به اصطلاح پاسخگویی اسرائیل هم به رسمیت میشناسن. از این نقطه نظر هم اسرائیل در موقعیت بسیار قدرتمندی نسبت به 6 ماه قبل قرار داره. همین تقریبا فرصتمون خیلی کوتاه هست، در رابطه با تاثیرات این مسئله در فضای سیاسی داخل کشور هم میخوایم صحبت بکنیم. جمهوری اسلامی بالاخره سایه جنگ رو بالای سر مردم ایران و کل جامعه آورده و مثلا خیلی جدی به نظر میاد با این شرایطی که الان توش هستیم و هر روز ممکنه اسرائیل حملاتی رو در داخل ایران انجام بده، فکر کنید این موضوع چه تأثیری در شرایط سیاسی داخل و مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی داشته باشه؟ ببینید اون که همه ما شاهد بودیم این است که این نوع تنش‌های جنگی و موشک پراکنی ها و غیره تا کنون نه تنها نتیجه منفی بر مبارزات مردم نداشته، بلکه اونها رو به صورت تنفر اونها از رژیم رو بیشتر کرده و الان پایان دادن به جنگ و فضای جنگی هم به خواسته بر حق مردم اضافه شده و میدونن این کار رو با اعتراضات و مبارزات خودشون میتونن به پیش ببرن. ما نه تنها شاهد نبودیم که مثلا مبارزات مردم تحت تاثیر این فضای جنگی فروکش کرده باشه یا مردم محتاط‌تر شده باشن، بلکه برعکس شاهد بودیم که تعرض بیشتر شده. فراموش نکنید که در فردای موشک پراکنی به اسرائیل در دوره گذشته بزرگترین تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران برگزار شد که ختم این آتش افروزی‌های جنگی هم به خواستشون اضافه کرده بودن. این بار هم همینطوره، هر بار موشک پراکنی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش جنگی با تمسخر و استیضاح و تحقیر مردم علیه جمهوری اسلامی مواجه شده و همچنان با ادامه اعتراضات خیابانش می که امروز بازنشستگان و کارگران معدن هم به این اعتراضات اضافه شدن. پرستاران مدت ها در خیابان هستند، امروز پرستاران کارگران معدن هم در کنار کارگران نفت بازنشستگان و بعد امیدوار بود که جنبش دانشی با باز شدن دانشگاه و غیره اینها به میدان میان و گسترده تر هم میشه. بنابراین این تاثیر رو نداره. فقط یک نکته رو من اینجا بگم، این امکان وجود داره که با حمله اسرائیل در صورتی که به کشتار و خانه خرابی مردم منجر بشه فضای اعتراضی جامعه تحت تاثیر این قرار بگیره و صورت مسئله مردم ایران در خود ایران و در خود جهان از خلاصی از شر جمهوری اسلامی و سرنگونی این حکومت
به قطع جنگ تغییر پیدا کنه. این امکان گرچه امکان قوی نیست ولی احتمال داره و نقش نیروهای انقلابی مثل ما این هست که همین امروز با تمام قوا بر ضرورت و مبرمیت گسترش مبارزه علیه جمهوری اسلامی، تداوم انقلاب زن زندگی آزادی و به پیروزی رسوندن اون در شرط جنگی و حتی در دل جنگی که رخ خواهد داد تاکید کنیم، بر این اصرار داشته باشیم، این رو اولویت خودمون قرار بدیم و اجازه ندیم تحت تاثیر فضای جنگی مسئله انقلاب مردم ایران تحت شعاع قرار بگیره و به انحراف کشیده بشه. سپاس از شما حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. بینندگان گرامی همچنان همراه ما باشید در تلویزیون کانال جدید. تا دقایقی دیگر برمیگردیم در رابطه با همین موضوع خطر جنگ و در واقع حمله اسرائیل به ایران صحبت میکنیم با مهمانانی دیگر.